تعداد مساجد و تعداد مدارس اسلامی و یعنی مقدار رشدی که در این زمینه میشه به راستی حیرت آوره. دلیل هم داره، دلیلش این است که رضا شاه باور داشت، گمان داشت که روحانیت معاند برنامه تجددش در ایران هستن. محمد رضا شاه فکر میکرد که معاند اصلی در مقابلش چپه و طرفداران مصدقه. میدید فراموش میکنن دوستان بعضی از سخنرانی شاه. من سخنرانی شاه رو از روز اول تا روز آخر تمامش که چاپ شده رو دارم و گوندم و یادداشت برداری کردم. شگفت‌انگیزه تعداد دفعاتی که شاه در 10 سال اول روحانیون رو دعوت میکنه به شرکت در سیاست، دعوت میکنه به اینکه وظیفه سیاسی خودشون رو در مقابل سیاستمداران اجحافگر انجام بدن. یه بار میگه که تفاوت بین یک مملکت صالح و یک مملکت غیر صالح در این است که آیا روحانیون در اون مملکت عکس خودشون انجام میدن یا نه. این در زمانی است که قوام با سر کار بود، برای محمد رضا شاه میخواست قوام رو تضعیف بکنه. به روحانیون میگه شما چرا نمیایین تو میدون و کار خودتون انجام نمیدین؟ به همین خاطر تعداد مساجد رو زیاد کرد. به همین خاطر به قول آقای دکتر متینی کسانی مثل شریعتی رو به این گمان که مخالف چپ هستند به زور از ساعت به دانشگاه تحمیل میکرد. و خب این یه تفاوت خیلی مهمی بود در نگاه پدر و پسر و به نظر من یکی از ریشه های انقلاب دقیقا در این نگاه متفاوته. ولی مملکتی که شاه تحویل آخوندادان به گمان من مهمترین گناه تاریخی آخوندان دقیقا در این است که یک چنین مملکتی رو بهشون تحویل دادن و بخش عظیم مردم باشون همراه و همدل بودن. اقتصاد دست نخورده، یک طبقه سرمایه‌دار صنعتگر بسیار جدی و پیشتاز و کاربرد از لاجوردی‌ها بگیرید تا خیامی‌ها. صنعت ماشین ایران رو واقعا در 1976 از کره چیزی کم نداشت در اون زمان. اینا رو با کمک ارقام میشه گفت. الان ببینید کره صنعت ماشینش کجا رفته، صنعت ایران کجا رفته. لاجوردی‌ها اون زمان بزرگترین کارخونه آکریلیک دنیا رو داشتن در ایران وارد میکردن، هر جا دست گذاشتن تو هر صنعتی رفتن موفق بودن. من تو این کتاب Eminent Persians خب با خیلی از اینها مصاحبه کردم، شرح زندگی‌هاشون رو می‌بینید. شرکت‌های بسیار بسیار موفقی داشتن و واقعا بخش اعظم اینها هیچ تماسی با دربار نداشتن. تعداد کوچیکیشون بودن که یکی از برادران شاه رو شریک کرده بودن برای اینکه کاراشون رو پیش ببرن. خانواده لاجوردی هم متدین بودن، هم از لحاظ سیاسی هیچ نوع ارتباطی با دستگاه نداشتن، هم از لحاظ اقتصادی کاملا موفق و سالم بودن. بی خود بی جا از اینا رو از مملکت روندن. 2 میلیون از بهترین تحصیل کرده های مملکت رو روندن و اون امکان گذاری رو که شاه ایجاد کرده بود، یعنی شاه ایران رو آماده کرد برای اینکه این جهش رو به یک مرحله تازه تاریخی ایران بکنه. اون جهش رو نکرده بود برای اینکه اون جهش بدون دموکراسی نمیشد. ولی از لحاظ زیربنای اقتصادی، از لحاظ تعداد طبقه متوسط، این زمینه ها رو شاه داشت آماده میکرد. یک حرکت دموکراتیک لازم بود که این جهش رو به مرحله نهایی برسونه و ایران رو از این ملعنت جهان سومی و از ملعنت اینکه کسانی مثل آقای احمدی نژاد ادارش بکنن نجات پیدا بکنه. ولی نشد. اینا مملکت رو به جایی که به جلو ببرن و اون فرصت و اون جهش رو اجازه بدن انجام بشه، اون طبقه سرمایه‌دار رو داغون کردن. اون ثروت شگفت‌انگیز 24 میلیارد دلار ایران ذخیره ارزی برای اینا گذاشت، اون رو داغون کردن و بقیه قضایا که یکی بعد از دیگری فاجعه است. همه اینا بر اساس اسناد و مدارک و ارقام در کتاب میاد نه؟ بله، اینایی که در مورد صنعت ایران هست که اینا در کتاب Eminent Persians هم اومده. مثلا در مورد خیامی ها یا
یه بخشی کتاب در مورد اونا هست. خب ببینید خیامی ها به عنوان صنعت مونتاژ رو شروع میکنن و در آغاز چیزی نزدیک به 85% از هر پیکان وارد میشد از انگلستان، ولی تا اواخر کار درصد دقیقا برعکس شده بود، یعنی چیزی نزدیک بالاتر از 80% رو در خود ایران میساختن و کلی صنایع وابسته به ماشین ایجاد شده بود در ایران. یکی لاستیکش رو میساخت، بی اف گودریج برادران فولادی سرمایه گذاری کرده بودن، بی اف گودریج آورده بودن در ایران، یکی باتری سازی رو درست کرده بود، یکی شیشه درست کرده بود. یعنی این صنایع جنبی داشت هی بیشتر و بیشتر میشد و درصد بیشتر در خود ایران ساخته میشد و بعد شروع کرده بودن صادر کردن به کشورهای دور و بر، هم لاجوردی ها، هم خیامی ها، هم ایروانی، هم امیرحضورها در کفاشی، خانواده ارجمند در صنایع ماشین، خانواده ثابت در بسیاری زمینه های مختلف. همه اینا رو که نگاه بکنید و اینا همشون تو اون کتاب هست، درصد بالاتر و بالاتری داشتن در 75 و 76 صادر میکردن و درصد بالاتر و بالاتری از تولید داشت داخلی میشد، یعنی به جای مونتاژ داشت به طرف تولید جدی داخلی تبدیل میشد و طبقه شهرنشینی گنده‌ای داشت ایجاد میشد، طبقه کارگر نسبتا مرفهی داشت ایجاد میشد، کارخونه‌ای مثل ایران ناسیونال یا ارج برادران ارج یا مثل خسرو شاهی ها یا مثل لاجوردی ها، خب اینا خیلی برنامه‌های رفاهی داشتن میذاشتن برای کارگرانشون. ولی در مقابل این مسئله هم بود که یه دفعه شاه خوابنما میشد که فردا باید 50% هر کارخونه رو بدن به کارگران. خب ممکنه از لحاظ عدالت خواهی بگیم این کار درستی است، ولی از لحاظ منطق سرمایه‌داری و ایران خب یه نظام سرمایه‌داری بود، همونطوری که قاسم لاجوردی در یه سخنرانیش در سنا میگه که نمیشه مملکت رو اینجوری اداره کرد، میگه اگر شما از ما میخواییم بیاین چند صد میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم، ما باید امنیت سرمایه رو تضمین شده بدونیم، ما باید بتونیم برنامه 10 سال آینده رو ازش یه چشم‌اندازی داشته باشیم. اون که هر روزی کسی بیاد یه چیزی بگه خب برای ما امکان پذیر نیست. این ایرادها وجود داشت. یه رقمی که اقتصاددان‌ها بیش و کم همه معتقدن یک شاخص خوبی است برای اندازه اقتصاد، یعنی مقدار کل تحول اقتصادی، چیزی است که بهش جی دی پی میگن، گروس دومستیک پروداکت، کل تولید ناخالص ملی. تولید ناخالص ملی، بله. در 1977 کل تولید ناخالص ملی ایران 73.0334 میلیارد دلار. در همون سال جنرال موتور درآمدش 54 میلیارد دلار بوده، یعنی 2/3 کل تولید ناخالص ملی ایران. 2/3 کل تولید ناخالص. اکسام درآمدش 54.1 بیلیون دلار بوده. یعنی شما این دوتا رو جمع بکنید و سومیش که فورده، شرکت فورد 37 میلیارد دلار سودشه. این سه تا رو جمع بکنید، سه تا از شرکت‌های بزرگ آمریکا سودشون فقط سودشون در اون سال 2 برابر کل درآمد خالص ملی ایران بوده. این اقتصاد ایران برای ما گنده شده بود، در سطح بین‌المللی جوجه بود هنوز. تصور این که مثلا اقتصادی شبیه اقتصاد آمریکا با اون عظمتش نگران اقتصاد ایران بود اصلا شگفت‌آوره. ولی خب این تئوری رو بعضی از دوستان دارن و از یه طرف بعضی ها این تئوری رو دارن و اگر خلافش رو بگی ناراحت میشن، از یه طرف یه دوستان دیگری میگن نه شاه هیچ تحولی ایجاد نکرد، شعار کنفدراسیون اون یه زمان این بود که شاه نه میخواهد
و نه میتواند در ایران اصلاحات بکنه.